سرخط خبرها. اخطار نظام الدین قیصاری و طالبان پشتون، او را رها کنید و اگر نه انتقام خواهیم گرفت. سرگروپ مخدوم عالم با آماج نیوز تازه میگوید که سخنگوی طالبان دروغ میگوید، شهر در کنترل ما است. گزارش ویژه در مورد خل سلاح ازبک ها و سمت شمال در مجموع. و نامه بسیار مهم از برنا سفر به سلام حنفی. سلام به کانال ما، خوش آمدید. وضعیت فعلی فاریاب در مورد خل سلاح‌سازی و خل قدرت‌سازی طالبان ازبک فاریاب و سمت شمال را ماها قبل نشر نموده بودم، ولی اکثریت دوستان می گفتن دروغ می گویی. مخدوم عالم امروز به بهانه جلسه در مزار شریف خواسته شد و توسط استخبارات بلخ زندانی شد. بعد از دستگیری مخدوم، طالبان ازبک شهر میمنه را از وجود طالبان پشتون پاکسازی و خل سلاح ساختن و کنترل شهر مکمل را به دست نیروهای ازبک سپردن. منبع در بلخ میگوید که مخدوم عالم شکنجه نیز شده است، ولی وضعیتش خوب است و لحظات قبل رها گردید. مخدوم حبیب الرحمن، مدیر اسبق شهری استخبارات امارات فاریاب بر ریاست سانوال استیناف فاریاب معرفی گردیده بود، دو هفته نگذاشته و جایش حاجی سید اکبر هاشمی معرفی شد. این یعنی فساد در امارت به اوجش موجود بوده و در امارت علم و دانش، اسناد تحصیلی و شایستگی مهم نیست. اجیر باشی، واسطه و یا پول داشته باشی، وظیفه گرفته می توانی. یعنی حاجی سید اکبر هاشمی نه علم اسلامی دارد و نه اسناد تحصیلی و حتی نمی تواند یک پرزه را بنویسد. بی سواد مطلق است. زمانی که عمر حوزه دوم بود، مردم به سطوح آمده بودند. این در حالی هست که ده ها دوسیه حاجی سید اکبر هاشمی در وظیفه اسبقش به صفت عمر حوزه دوم پاورجا است و کسی تعقیب نکرده است. از جمله باجگیری های 700 هزاری در قضیه که از نزدیک حوزه دوم مرد و زن را هنگام زنا دستگیر کرده و 700 هزار افغانیش را گرفته و رها ساختند. باجگیری از دکتران شهر میمنه، آزار و اذیت مردم و ده ها دوسیه دیگر. با برکناری افراد وفادار به مخدوم عالم، خل سلاح‌سازی و زندانی سازی یکایکشان در لیست بوده و مخدوم حبیب الرحمن نیز یکی از وفادارهای مخدوم عالم بود و به خاطر همین علت از ریاست سانروالی استیناف فاریاب برکنار شد و برکناری دیگر اشخاص وفادار به مخدوم عالم جریان دارد. طالبان ازبک و غیر پشتون فاریاب و سمت شمال، اجیر طالبان پاکستانی نشوید. به خود بیایید و با جبهه مقاومت یک جا شوید و وطنتان را از دست اجنبی های پاکستان آزاد سازید. طبق پلان شوم پاکستان، خل سلاح‌سازی، خل قدرت‌سازی و ترور طالبان ازبک و غیر پشتون در فاریاب و شمال روی دست است. گرفته شده از رسانه ها، این اشتباه ها مربوط کانال ما نمی شود و نظر شخصی مردم می باشد. حال می پردازیم به نامه برنا سفر و عبدالسلام حنفی. جناب مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس وزرای امارات اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احترام می نگارم که من و شما با وجود اختلافات فکری و عقیدتی از یک ولایت و از یک قوم با تاریخ ازبک هستیم، نواسه های ده ها امپراتور تاریخ. جناب حنفی، شما یک شخصیت جهادی و یک عالم دینی هستید. جایگاه شما در بین ازبک و ترکمن مسلمان متفاوت است. انتظار قومتان و همه ملت بیشتر از هر کس نسبت به شما است. خوشبختانه امروز شما در قصر صدارت به منزل اول جابجا هستید و قبل از شما در این دفتر آقایان عبدالکریم خلیلی، سرور دانش از قوم هزاره ما می نشست و بالای سر شما در طبقه دوم آقایان عبدالرشید دوستم امرالله صالح می نشست و همه اینها به حمایت کرزی و غنی، یکی از مؤسسین طالبانی، نوکری و خدمت میکرد و هر کدام به نوبت خود بعد از به قدرت رسیدن کرزی و غنی مکافات غلامی خود را در حبس خانگی، تبعید و توهین، تحقیر، بی‌صلاحیتی دریافت و رفتند. پاداش هر غلام و بیگانه چنین است. حالا پاداش امارت طالبانی به آن عده ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها، عرب ها، ترکمن ها که به نوکری امارت خدمت میکرد، قوم خود را میکشت. از غصب خانه و زمین، باغ، چور و چپاول شروع و به زندان اعدام و ختم میگردید. پروژه های ناتکمیل غنی کرزی با دوام امارت طالبانی در شمال کشور
با استفاده از نام دین و شریعت به بهترین وجه تطبیق می‌گردد. دستگیری مخدوم عالم که هزاران ازبک فاریابی خود را به خاطر امارت طالبانی کشت و هزاران فرزند قوای مسلح کشور را به خاک خون کشانید، امروز خودش در چی سرنوشت گرفتار است و فردا نوبت شما و قاری صلاح الدین ایوبی، داماد منصور سمنگانی، ابو ادریس شولگرایی و مولوی عطاءالله و صدها طالب ازبک تبار، ترکمن تبار، تاجک تبار نیز فرا می رسند. امروز مردم فاریاب با دفاع از مخدوم عالم طالب در جاده ها برآمدند، تظاهرات کردند. مطمئنا این تظاهرات عدالت خواهی را بر رگبار جواب خواهند داد و مسئولیت عواقب ناگوار آن به دوش شما خواهد بود. پیشنهاد می نمایم هنوز دیر نشده، همه مردم شمال متحدانه به خاطر ایجاد یک حکومت غیر متمرکز با جهان امروزی و امارت طالبانی وارد گفتگو شویم تا از خونریزی بیشتر جلوگیری گردد و مردم شمال هم حق دارد در فضای آزادی و امنیت حق زندگی را کمایی بکند. نوشته از برنا سفر. این در حال هست که سرگروپ مخدوم عالم با آماجنی استازا میگوید که سخنگوی طالبان دروغ میگوید، شهر در کنترل ما است. پس از توییت معاون سخنگوی طالبان مبنی بر کنترل شهر میمنه، یکی از سرگروپ های مخدوم عالم با آماجنی میگویند که تا زمان رسیدن فرمانده عالم به میمنه کنترل شهر در دست ما است و از همین لحظه در چهارراهی مرکزی برایتان منتظر هستیم. این در حالی هست که نظام الدین قیصری، یار وفادار مارشال دوستان، همچنان از کشور ایران طالبان را تهدید کرد. او میگوید که اگر مخدوم عالم ربانی، یکی از ارشدترین طالبان ازبک تبار، در شمال افغانستان رها نگردد، قیام ملی از شمال و شمال شرق افغانستان آغاز خواهد شد. این همه در حالی هست که مخدوم عالم، ارشدترین فرمانده ازبک طالب، دستگیر شد. شام روز گذشته مخدوم عالم به هدایت ملا فاضل در شهر مزار شریف دستگیر و شکنجه شده است. دلیل اصلیش تا هنوز معلوم نیست، اما طالبان ازبک تبار و پشتونها هشدار دادند که ما یک لحظه زندگی حقارت را قبول نداریم و هیچ کسی را اجازه نمی دهیم که بالایمان باداری کند.